Stop it. Stop it. Stop یعنی متوقف کردن یا توقف کردن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه. It یعنی آن و در اینجا داره اشاره میکنه به اون کاری که در حال انجامه. مثلا طرف داره یه حرفای بیهودهی میزنه بعد شما میگید Stop it. تمومش کن. بس کن. توجه داشته باشید در مورد تلفظ Stop. دقت داشته باشید بسیاری از زبان آموزا به اشتباه تلفظ میکنن استاپ در حالی که این لغت در ابتداش ا نداره ست ست استاپ استاپ ایت یعنی تمامش کن بس کن کافیه دیگه اون کاری که داری انجام میدی رو تمومش کن چقدر کاربردی و چقدر عالی ای کاش که در تمرینات شرکت بکنید و خوب یاد بگیرید همینجا جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت بنویسیم و با صدای رسا تکرار بکنیم Stop it تمامش کن بس کن Stop it Stop it Nobody can stop me Nobody can stop me nobody یعنی هیچ فردی هیچ کسی can میتواند stop متوقف کردن یا توقف کردن می مرا nobody کن، هیچ کس نمیتواند یا هیچ کس میتواند که در واقع معنیش میشه هیچ کس نمیتواند stop می، متوقف بکنه مرا قطعا کسی که هدفمند و با انگیزه در مسیر رسیدن به هدفهاش در تلاش میکنه هیچ کس نمیتونه اون رو متوقف کنه شما هم قطعا از اون دسته از عزیزان هستید در مسیر رسیدن به آرزوهاتون و خواسته هاتون جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با این شعار پیش میریم nobody can stop me هیچ کس نمیتواند مرا متوقف کند Nobody can stop me. Nobody can stop me. Wash your face. Wash your face. Wash یعنی شستن و در ابتدای جمله اومده ساختار امری یعنی بشور. Your مال تو face چهره یا صورت. Wash your face. صورتت را بشوی. واش یور فیس، واش یور فیس. هیس فیس ایس نون تو منی پیپل. هیز فیس ایس نون تو مانی پیپل. هیس فیس یانی صورت اوی آقا، هیس یعنی مال او. و در مورد فرد مذکر استفاده میشه his face یعنی مثلا صورت یک آقا is known is known یعنی شناخته شده است ساختار پسیو یا مجهول his face is known صورت او شناخته شده است to در مقابله یا برای many یعنی بسیاری people افراد to many people یعنی برای بسیاری از افراد his face is known to many people چهره او برای بسیاری از افراد شناخته شده است. His face is known to many people. His face is known to many people. I know anything about Emma. I know anything about Emma. I know, yani یعنی من midanam, anything هر چیزی about در اما خانومی به نام اما و همونطور که میبینید حرف اول از اسم خاص که در اینجا اما یک اسم خاصه باید به صورت کپیتال یا بزرگ نوشته بشه I know anything من همه چیز رو میدونم about اما در مورد اما جمله و عبارتمون اینه با هم بنویسیم و با صدای رسا تکرار کنیم I know anything about اما من همه چیز را در مورد اما می دانم. I know anything about Emma. I know anything about Emma. Do you want anything to eat? Do you want anything to eat? Do you want یعنی آیا شما می خواهید anything هر چیزی یا هیچ چیزی To, برای eat خوردن Do you want anything؟ آیا چیزی میخواهید to eat که بخورید؟ جمله و عبارت بسیار کاربردیه. همین جا یاددش میگیریم در تمرین شرکت می کنیمیم Do you want anything to eat ؟ آیا چیزی برای خوردن می خواهید؟ Do you want anything to eat Do you want anything to eat؟ We believe that God created the world. We believe that God created the world. We ما, believe باور داریم یا اعتقاد داریم that که God God با جی بزرگ اشاره میکنه به خداوند یکتا created گذشته فعل create یعنی خلق کرد در زمان گذشته the th, برای اشاره به یک چیزی که یه دونه ازش در دنیا وجود داره یکی از کاربرداش همینه world یعنی جهان we believe that god created the world ما باور داریم که خداوند جهان را خلق کرد we believe that god created the world We believe that God created the world. The new hotel is expected to create 200 jobs. The new hotel is expected to create 200 jobs. The new hotel یعنی اون hotel جدید اون hotel جدید و مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم. is expected expect یعنی انتظار داشتن is expected یعنی انتظار میره ساختار مجهول داره is expected to create که بسازد که خلق بکند 200 دیویست jobs شغل ها 200 jobs یعنی دیویست تا شغل the new hotel is expected to create 200 jobs انتظار میرود هتل جدید De Shod Con the new hotel is expected to create two hundred jobs. The new hotel is expected to create two hundred jobs You can use public transportation. You can use public transportation. You can شما می توانید use استفاده کردن public عمومی transportation حمل و نقل public transportation یعنی حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس مترو قطار و از این دست you can use public transportation شما می توانید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید you can use public transportation you can use public transportation here is a public place here is a public place here yani inja is asked a yek public umumi place makon a public place yani yekmakone umumi here is a public place inja yekmakone umumi ast here is a public place here is a public place It is already nine o'clock. It's already 9 It is یعنی آن است. اشاره داره میکنه به اون چیزی که میخواد صحبت بکنه. Already در حال حاضر ناین نو o'clock یعنی رأس ساعت 9 نه It's already ناین o'clock. الان در حال حاضر ساعت نه است. It's already 9. o'clock. It's already nine o'clock. The food is already on the table. The food is already on the table. The food یعنی اون غذاه اون غذای مشخص از تی ای, ای استفاده کرده is است already در حال حاضر on روی the table The table یعنی اون میز مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم. The food is already on the table. غذا هم اکنون روی میز است. The food is already on the table. The food is already on the table. May I speak to you for a minute? May I speak to you for a minute? May I یعنی آیا ممکنه که من یه کاری رو انجام بدم؟ I may یعنی من ممکنه یه کاری رو انجام بدم و وقتی که می میاد این ور سوالی میشه may I آیا ممکنه من speak صحبت بکنم speak یعنی صحبت کردن بسیاری از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن و میشه گفت 99 درصد زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن تلفظ درست speak و speak اشتباه عزیزان اسپیکینگ نیست سپیکینگ و سپیک. یعنی صحبت کردن may I speak آیا ممکنه صحبت بکنم to you با شما for به مدت یا برای a minute یک دقیقه for a minute یعنی به مدت یک دقیقه may I speak to you آیا میشه با شما صحبت بکنم for a minute به مدت یک دقیقه چقدر کار بردی، چقدر عالی ای کاش ای کاش ای کاش همتون در تمرینات شرکت کنید و همین عبارت ها و همین جملات رو همین جا یادش بگیرید یک بار برای همیشه یادگیری عمیق رو سر لوحه تمرینات خودتون قرار بدید با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم صدای خودمون رو ضبط می با موبایلمون و مقایسه میکنیم با نحوه بیان و تلفظ در این درس می آی اسپیک تو یو فور ا minute? آیا ممکن است به مدت یک دقیقه با شما صحبت کنم؟ May I speak to you for a minute? May I speak to you for a minute? Can you speak English fluently? Can you speak English fluently? Can you یعنی آیا شما می توانید speak صحبت بکنید English English یعنی زبان انگلیسی Fluently Fluent یعنی روان Fluently یعنی به حالت روان یا به روانی Can you speak English fluently? آیا شما می توانید انگلیسی را به صورت روان صحبت کنید؟ Can you speak English fluently? Can you speak English fluently? Some people are smarter than others. Some people are smarter than others. Some یعنی برخی یا بعضی people افراد are هستند smarter smart یعنی هوشمند یا باهوش smarter یعنی باهوش تر than در مقایسه با یا در مقابل others digaran smarter than others, Some people are smarter than others. as Some people are smarter than others. Some people are smarter than others. You should not expect others to do your work for you. You shouldn't expect others to do your work for you. You should not یا به صورت مخفف you shouldn't یعنی تو نباید expect انتظار داشته باشی others که دیگران یا دیگران to do که انجام بدهند your work کار شما For you برای تو You shouldn't expect others تو نباید از دیگران انتظار داشته باشی To do your work for you که کارتون رو براتون انجام بدن قطعا هیچ کس مسئول زندگی ما نیست ما ایم که مسئول زندگیمون هستیم ما ایم که مدیر زندگیمون هستیم ای کاش این آگاهی در همه ما به وجود بیاد که بدونیم ما ایم که میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم از همینجا شروع کنیم با یادگیری انگلیسی همین جمله و همین عبارت رو با هم در کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم You shouldn't expect others to do your work for you نباید انتظار داشته باشید دیگران کار شما را برایتان انجام دهند You shouldn't expect others to do your work for you You shouldn't expect others to do your work for you. I want something to read. I want something to read. I want yani man something cheesy to read baraye I want something to read. Man chizi I want something to read. I want something to read. Read this sentence out loud. Read the sentence out loud. Read یعنی خواندن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بخوان. This in sentence. جمله out یعنی بیرون لاود یعنی با صدای رسا اوت یعنی با صدای رسا read the sentence یعنی این جمله رو بخون اوت با صدای رسا ما به شما میگیم عزیزان در کنار تمریناتتون و نوشتن از روی جملات و ها با صدای رسا یعنی اوت بخونید جملات رو و صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید بارها داریم تکرار میکنیم چون راه یادگیریتون همینه راه طبیعی یادگیری هر زبانی همینه و دقیقا هر کودکی هم از همین روش زبان مادریش رو یاد میگیره خود شما زبان مادریتون رو دقیقا به همین صورت یاد گرفتید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار میکنیم Read the sentence out loud. این جمله را با صدای رسا بخوانید. Read the sentence out loud. Read the sentence out loud. You are not on my level. You are not on my level. You are not یعنی تو نیستی. You are یعنی تو هستی. You are not یعنی تو نیستی. on there my level my level yani sat him man you are not on my level todarsat him man nisti you are not on my level you are not on my level chess requires a high level of concentration Chess requires a high level of concentration. Chess یعنی شطرنج requires یعنی نیاز دارد اس سوم شخص رو مشاهده میکنید بعد از فعل require یعنی نیاز داشتن لازم داشتن a high level یک سطح بالا of از concentration یعنی تمرکز چس requires a high level of concentration شطرنج به سطح بالایی از تمرکز نیاز دارد chess requires a high level of concentration chess requires a high level of concentration